سرخط خبرها. تأکید نمایندگان ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا بر کاهش خشونت و ایجاد آتش‌بس در افغانستان. در اعلامیه آمده این کشورها از حکومتی که با زور بر افغانستان تحمیل شود پشتیبانی نمی‌کنند. گفتگوی تلفنی سران افغانستان و آمریکا. در این گفتگو جو بایدن با رئیس جمهور غنی گفتند آمریکا متعهد به کمک‌هایش در افغانستان است. و گروه های مقاومت اجازه نمی دهیم حتی یک سرباز آمریکایی در عراق بماند. آمریکا اما به دنبال ادامه حضورش در عراق است. دو رهبر در مورد طیف گسترده از موضوعات دو جانبه مانند آموزش، اقتصاد، تغییرات آب و هوا و امنیت گفتگو خواهند کرد. سلام و وقت بخیر بیننده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری از تمدن خوش آمدید. مشروع خبرها. نمایندگان ویژه آمریکا، اتحادیه اروپا و چندین کشور در یک اعلامیه مشترک خواستار کاهش خشونت و اجرای آتش‌بس در افغانستان شدند. آنان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان خواستند تا مشارکت معنادار در روند صلح داشته باشند و از دولتی که از راه نظامی روی کار آید حمایت نمی‌کنند. در همین حال رؤسای جمهور روسیه و تاجیکستان در گفتگوی تلفنی درباره مسائل افغانستان صحبت کرده و از وضعیت بحرانی در این کشور ابراز نگرانی کردند. نشست نمایندگان ویژه آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناتو، نروژ و بریتانیا در روم با نشر یک اعلامیه 16 ماده‌ای در رابطه به صلح افغانستان پایان یافت. در این اعلامیه از سطح بلند خشونت‌ها، حملات تهاجمی طالبان و نقض حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی و بر کاهش خشونت‌ها در این کشور تاکید شده است. در این اعلامیه از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان خواسته شده تا در روند صلح مشارکت معنادار داشته باشند و از دولتی که با زور نظامی تحمیل شود پشتیبانی نمی‌کنند. در این اعلامیه همچنین روی 5 عنصر اساسی تاکید شده که قرار ذیل است. 1. ایجاد حکومتداری فراگیر. 2. حق انتخاب رهبران سیاسی. 3. حمایت از حقوق بشر از جمله حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌ها. 4. تعهدات در زمینه مبارزه با تروریسم از جمله برای اطمینان از این که افغانستان دوباره به پناهگاه امن تروریستان تبدیل نشود. و 5. پایبندی به قوانین بین المللی از جمله حقوق بشر دوستانه بین المللی. در این اعلامیه تاکید شده حمایت بین المللی از هر دولتی که در آینده در افغانستان روی کار آید حداقل و پایبندی به این 5 عنصر بستگی خواهد داشت. دستیابی به آتش‌بس جامع و دائمی، سرعت یافتن مذاکرات صلح و توافق روی اصول بنیادی دولت آینده از دیگر مسائلی است که در این اعلامیه روی آن تاکید شده است. همچنین از طالبان و دولت افغانستان خواسته شده تا به تعهدات خود عمل کنند و اجازه ندهند تا گروه های تروریستی مانند داعش و القاعده از این کشور علیه سایر کشورها استفاده کنند. در همین حال رؤسای جمهور روسیه و تاجیکستان در یک گفتگوی تلفنی از وضعیت بحرانی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. رئیس جمهور غنی و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شام گذشته تلفنی گفتگو کردند. ارگ اعلام کرده در این گفتگوی تلفنی هر دو جانب درباره ادامه روابط میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند و جو بایدن برای رئیس جمهور غنی از ادامه حمایت ایالات متحده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان داده است. رؤسای جمهور دو کشور همچنین بر تشریک مساعی افغان‌ها برای تامین صلح و امنیت، مشارکت پایدار، ادامه کمک‌های دیپلماتیک و اقتصادی با دولت افغان و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته تاکید کردند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا طی فرامینی به پناهجویان افغان و متقاضیان ویزای خاص مهاجرت $300 میلیون اختصاص داده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی گفته حضور جنگجویان گروه داعش در اطراف کابل افزایش یافته است. در این گزارش گفته شده این گروه تلاشش را برای جذب جنگجو افزایش داده و تلاش دارد تا طالبانی را که مخالف صلح میان آمریکا و طالبان هستند را در صفوفشان جذب کنند. در این گزارش همچنین آمده که رهبران شاخه خراسان داعش تلاش دارند تا جنگجویانشان را از عراق، سوریه و سایر مناطق جنگ زده جذب کنند و در حال حاضر القاعده نیز در 15 ولایت شرقی و جنوبی افغانستان حضور دارند.
و گزارش رویترز نیروهای نظامی افغان رویکرد جنگی خود را در مقابل طالبان بازبینی می‌کنند تا از پیشروی بیشتر طالبان در میدان‌های جنگ بکاهد. رویترز با تازگی به نقل از مقامات آمریکایی و افغان گزارش داد نظامیان افغان از مناطق کم اهمیت جنگی به مناطق پر اهمیت جابجا خواهند شد. هدف از این تغییر رویه نظامی جلوگیری از سقوط مناطق بیشتر به دست طالبان است. گزارشی از همکارم رقیه ابراهیمی. تلاش تازه دولت برای تثبیت برتری نظامی اینجا در میدان‌های نبرد، بازبینی استراتژی جنگ، استراتژی که به گزارش رویترز مانع پیشروی‌های بیشتر طالبان در مناطق استراتژیک خواهد شد. رویترز در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که نیروهای امنیتی افغان در حال بازبینی رویکرد جنگی خود هستند. اینجا در لندن مشاور امنیت ملی که برای دیدار با مقام‌های انگلیسی سفر کرده می‌گوید تلاش‌ها برای بازپسگیری مناطق استراتژیک آغاز شده است. هیچ یک از دستاوردهای طالبان نهایی نیست. تصرف نظامی مناطق از سوی طالبان یک بحث است. اما اداره این مناطق بحث دیگری است که برای این گروه کار آسان نخواهد بود. ما در حال تحکیم نیروهای امنیتی هستیم تا مناطق استراتژیک را دوباره از تصرف طالبان خارج سازیم. بر اساس رویکرد تازه قرار است نیروهای امنیتی از مناطق کم اهمیت و مناطق استراتژیک از جمله مناطق مرزی، مناطق پرنفوس و مراکز ولوسفالی ها جابجا شوند. مناطقی که به گفته آگاهان باید از نظر نظامی دارای اهمیت باشد نه از منظر سیاسی. در مورد کاتگوری بندی مناطق با اهمیت و کم اهمیت باید نظر متخصصان افراد با تجربه گرفته شوند، نه سیاستمداران. سیاستمدارایی که حاکم است از دل خود گپ میزنند با واقعیت بر نمیخوره. مثلا نال سپین بولدک، تورغندی، اسلام قلب، شیرخان بندر، اندخوی پیش طالبان است. هرگز اینا منطقه کم اهمیت نیستند، منطقه مناطق استراتژیک با اهمیت هستند. این تغییر رویکرد نظامی در حالی صورت می‌گیرد که طبق برآورد پنتاگون طالبان بیش از نیمی از ولوسوالی‌های افغانستان را در کنترل دارد. همچنان منابع استخباراتی آمریکا برای رویترز گفتند با ادامه وضع جاری در کشور احتمال فروپاشی دولت افغانستان در کمتر از 6 ماه دیگر وجود دارد. این برداشت فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از تغییر راهبرد جنگ از سوی نیروهای افغان. شما نمی توانید از تمام مناطق حفاظت کنید. اگر از تمام نقاط دفاع کنید در حقیقت شما تمام نقاط را از دست خواهید داد. بنابراین من فکر می کنم که نیروهای افغان درک کردند که باید در رویکرد نظامی خود بازبینی کنند. با این حال اما شماری از سیاسیون این تغییر راهبردی را راه حلی برای جنگ در کشور نمی دانند. راه بردی که تنها از بخشی از خاک افغانستان حفاظت خواهد کرد. ما فکر میکنم استراتژی که دولت افغانستان در پیش گرفته تا شرای بزرگ اینا حفاظت بکنن و از ولسوالی ها خارج شون یک استراتژی غلط و باعث ضعف نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان خواهد شد و همچنان اعتماد جامعه جهانی بالای نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان از دست خواهد داد. راهبرد جنگ از سوی نیروهای کشور در حالی تغییر می‌کند که در هفته‌های گذشته مذاکرات صلح دوحه میان هیئت باصلاحیت حکومت و گروه طالبان بدون دستاورد قابل توجهی پایان یافت. رئیس پیشین امنیت ملی میگوید اگر حکومت برای آزادی ولسوالی اسپین بولدک از کنترل طالبان اقدامی نکند روزانه دست کم 1000 ملیشه پاکستانی و تروریستان خارجی به ولایات مختلف رفته و آماده جنگ خواهند شد. رحمت الله نبیل در فیسبوکش نوشته توطئه ها بسیار بزرگ است و باید با مدیریت درست جلو آن را گرفت. نبیل گفته همچنین تمامی مراکز جلب و جذب و تنظیم تروریستان تحت نظارت و مدیریت مستقیم لشکر طیبه، جیش محمد و حزب المجاهدین در چندین شهر پاکستان دوباره فعال شده است. او همچنین از رهبران حکومتی خواسته به امید خارجی ها ننشینند، بیدار شوند و آخرین فرصت های نجات کشور را از دست ندهند.
پس از تقویت احتمال حضور دائمی نظامیان آمریکایی در عراق، گروه‌های مقاومت هشدار دادند حتی یک نظامی خارجی نباید در این کشور حضور داشته باشند. آنان تاکید کردند گفتگوهای راهبردی بین دولت بغداد و واشنگتن باید منجر به خروج نظامیان آمریکایی شود، نه راه حل دیگری. این هشدار پس از سخنان وزیر خارجه عراق در واشنگتن است که تاکید کرد نظامیان این کشور همچنان به کمک‌های آمریکایی‌ها نیاز دارند. قرار است این موضوع در دیدار روز دوشنبه رهبران دو کشور نهایی شود. دیدار وزرای خارجه آمریکا و عراق در واشنگتن در چارچوب ادامه گفتگوهای راهبردی دو کشور برای تعیین سرنوشت حضور نظامی آمریکا در عراق، حضوری که جنجال ساز است و گروه‌های مقاومت و برخی کشورهای منطقه آن را نمی‌خواهند. همین حضور حدود 1.5 سال پیش عراق را به محل درگیری نظامی آمریکا و ایران تبدیل کرد. درگیری‌های محدود که می‌توانست به یک رویارویی تمام عیار مبدل شود، خطری که همچنان باقی است و در صورت بروز می تواند عراق را به ویرانه کامل مبدل کند. با وجود همین خطر بالقوه، دولت مصطفی کاظمی خواستار حضور نظامیان آمریکایی در این کشورند. البته شاید شکل این حضور تغییر کند، اما نظامیان آمریکایی همچنان در این کشور باقی خواهند ماند، موضوعی که وزیر خارجه عراق تلویحا آن را تایید کرد. تعاون فی مجالات مختلف. نیروهای امنیتی ما همچنان نیازمند برنامه‌هایی هستند که آمریکا در زمینه آموزش، تسلیح، تجهیز و توانمندسازی نیروهای ما ارائه می‌دهد. گروه‌های مقاومت عراق اما مخالف هر نوع حضور آمریکا در این کشورند. گروه‌هایی که فرمانده ارشدشان را آمریکا در فرودگاه بغداد با قاسم سلیمانی ترور کرد. این گروه ها در واکنش به سخنان وزیر خارجه این کشور هشدار دادند حتی یک سرباز خارجی نمیتواند در این کشور حضور داشته باشد. مأموریت نیروهای هوایی آمریکا در عراق دفاع از امنیت رژیم صهیونیستی و جاسوسی از مقاومت میباشد. شرط مقاومت اجازه ندادن به حضور یک سرباز خارجی در خاک عراق است. نخست وزیر عراق قرار است برای نهایی کردن سرنوشت حضور نظامی آمریکا در این کشور دوشنبه در اینجا در کاخ سفید مهمان جو بایدن باشد. خیلی‌ها پیش بینی کردند در این نشست تغییر ماموریت نظامیان آمریکایی از رزمی به مشورتی نهایی خواهد شد. نخست وزیر برای توسعه همکاری دو جانبه در چهارچوب توسعه مشارکت استراتژیک بین دو کشور از کاخ سفید دیدار خواهد کرد. دو رهبر در مورد طیف گسترده از موضوعات دو جانبه مانند آموزش، اقتصاد، تغییرات آب و هوا و امنیت گفتگو خواهند کرد. عراق هم‌اکنون شاهد تنش‌های بی‌سابقه و خطرناک بین آمریکا و گروه‌های مقاومت است. تنش‌هایی که پس از حمله‌های هوایی یک ماه پیش آمریکا به مواضع نیروهای مردمی عراق وارد مرحله تازه شده. دو طرف در ماه‌های اخیر بارها به مواضع یکدیگر حمله کردند. حملاتی که می‌تواند گسترده‌تر شود و پای برخی از کشورهای منطقه را نیز به مناقشه عراق بکشاند. را تحریم کرد. وزارت خارجه چین گفت تحریم‌های جدید پاسخ مستقیم به تصمیم پیشین آمریکا در تحریم 7 مقام دفتر ارتباط هانگ کانگ است. آمریکا جمعه پیش 7 مقام چینی را به بهانه سرکوب دموکراسی در این منطقه به فهرست تحریم‌های خود اضافه نمود. تحریم‌های ایالات متحده در چارچوب سیاست ضد چینی این کشور است که می‌خواهد از گسترش نفوذ چین جلوگیری کند.
پس از احتمال طرح شرایط تازه دولت جدید ایران در مذاکرات هسته‌ای و شکست احتمالی مذاکرات، آمریکا در تلاش ایجاد فشارهای گسترده است. از جمله این کشور در حال بررسی ممانعت از فروش نفت ایران و چین می باشد. روی ترس گزارش داد پیش از این دولت آمریکا نیازی به مجازات شرکت‌های چینی که تحریم‌های ایران را دور می‌زدند نمی‌دید. حالا با واگذاری احیای برجام به دولت ابراهیم رئیسی، سرنوشت نجات توافق هسته‌ای مبهم است، موضوعی که غربی‌ها را نگران کرده است. نیروهای آمریکایی برای نخستین بار از بیرون افغانستان پس از آغاز رسمی خروجشان بر مواضع طالبان حمله هوایی کردند. وزارت دفاع ایالات متحده با تایید این خبر گفت در چند روز گذشته مواضع طالبان را در ولایت قندهار مورد حملات هوایی قرار دادند. آن سوتر نیز روسیه چندین واسطه جنگی را و پایگاه نظامی خود در تاجیکستان هم مرز با افغانستان فرستاده است. روزهایی که سخن از صلح کمتر است، در عوض گلوله حرف اول را میزند. تنور جنگ داغ است و سطح خشونت ها همچنان بالا. طالبان در شماری از ولایت ها پیشروی کردند، پیشروی که حالا نگرانی های را از غرب تا شرق به وجود آورده و احتمال جان گرفتن القاعده را نیز همچنان. آمریکایی ها که آهنگ رفتن را نواخته و تا کمتر از یک ماه دیگر نیز آخرین سرباز این کشور افغانستان را ترک می کند، اما این کشور به تازگی چندین حمله هوایی را در قندهار بر مواضع گروه طالبان از بیرون افغانستان انجام دادند. حملاتی که از یک طرف نشان از تعهد آمریکایی ها بر حکومت افغانستان و از سوی هم هشدار به طالبان است. هرچند جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده، اما سخنگوی وزارت دفاع ملی آمریکا گفته است که ایالات متحده همچنین قادر به انجام حملات هوایی در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان در هر مکان است. آن سوتر نیز روسیه رقیب سرسخت آمریکا شماری از وسایل نظامی خود را در تاجیکستان هم مرز با افغانستان فرستاده. هرچند این کار به هدف جلوگیری از گسترش نفوذ القاعده خوانده شده، اما آگاهان باور دیگری دارند. تاجیکستان گفته که مهاجرین به دوشنبه نباید دیگر جای باشند و مهاجرین نمیخواهند که بیان و نمیفهمند که در لابلای مهاجرین کی میاد، داعش میاد، کی میاد. به هر صورت برای روسیه هم یک چانس شده که بعد از دو دهه‌ای که زیاد در اینجا نبوده، آل به حیث یک حمایتگر دوباره خود تبارز بده. همکنون در شمال افغانستان از بدخشان تا بادغیس اکثر ولسوالی ها سقوط کرد و چندین بندر تجارتی مهم نیز در کنترل طالبانند. بر اساس ادعای این گروه همکنون 90% مرزهای افغانستان را کنترل میکنند، مسئله‌ای که جانب حکومت افغانستان آن را رد میکند. روز امریکایی ها هم با توافق پنهانی که با پاکستان و طالب ها و قطری ها و اینا دارن، پروژه طالب پروژه هست که برای نارام ساختن کشورهای آسیای میانه و مشغول ساختن روس ها در قضیه در افغانستان و منطقه هست. از سوی هم بر اساس گزارش ها به تازگی تاجیکستان نیز 20,000 نیرو را در مرز با افغانستان جابجا کرده است. با دنبال اظهارات تازه طالبان در مورد ایجاد حکومت جدید در افغانستان و کنارگیری رئیس جمهوری از قدرت، وحید عمر رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری از طالبان خواسته است که ابتدا جنگ را متوقف کنند و پس از آن در مورد ایجاد یک حکومت تازه بحث خواهد شد. در همین حال وزیر خارجه آمریکا نیز در مورد تسریع روند گفتگوهای صلح با معاون صدر اعظم قطر صحبت کرده است. از کوبیدن بر تبل جنگ تا پیشنهاد کنارگیری رئیس جمهوری، موقف تازه طالبان در روزهای اخیر. سخنگوی این گروه به تازگی در قطر گفته تا زمانی که رئیس جمهور غنی کنار نرود و حکومت جدیدی با مذاکره به میان نیاید، صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. او حکومت افغانستان را متهم به جنگ افروزی نموده و گفته است که آنان به دنبال انحصار قدرت نیستند. با دنبال این اظهارات، وحید عمر رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری از طالبان خواسته است که ابتدا جنگ را متوقف کنند و پس از آن در مورد ایجاد یک حکومت تازه بحث خواهد شد. آقای عمر در برگه توییتر خود نگاشته که تغییر حکومت آسان‌ترین بخش کار است، زیرا مردم در یک روز رأی می دهند و حکومت نو را تعیین می کنند، اما ابتدا باید به خشونت ها پایان داده شود. تا
تأکید ما قطع کشتار افغانها قبل از هر بحث جدی است. اولین چیزی را که مردم افغانستان می خواهد متوقف ساختن وحشت فعلی است. شما جنگ را متوقف سازید و به میز مذاکره برگردید. تغییر حکومت آسانترین بخش کار است. مردم افغانستان در یک روز پای صندوق‌های رأی خواهند رفت و به زعیم آیندهشان رأی خواهند داد. اما در داخل افغانستان هم اکنون از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب جنگ است و هزاران آوارد. انتظار مردم نیز از طرف‌ها پایان این خشونت هاست. با این همه اما آگاهان میگویند که هر دو طرف اراده جدی و صلح نشان نمیدهند و صحبت ها نیز در حد شعار است. تا وقتی که در یک نشست معتبر بین المللی قضیه افغانستان حل نشود، در مذاکرات بین الافغانی یا در جنگ داخلی افغانستان این قضیه حل نمیشود. از سوی هم وزیر خارجه آمریکا در توییتر خود از تسریع روند صلح در افغانستان سخن زده و گفته است که در این مورد با معاون صدر اعظم قطر و رسیدن به یک راه حل سیاسی صحبت کرده است. مسئولان محلی در ولایت بلخ میگویند محصولات زمینی مثل تربوز و خربوزه در ولسوالی خلم 50% افزایش یافته است، اما حاصل میوه های سردرختی تقریبا صفر شده است. با این حال کشاورزان میگویند جنگ و ناامنی بازار نداشته آنها را نیز ضربه زده است. آنها از حکومت میخواهند در این مورد کاری انجام دهد. ولسوالی خلم در 50 کیلومتری شرق مزار شریف و در کنار شاهراه مزار کابل موقعیت دارد. پیشه اکثریت باشندگان این منطقه کشاورزی و باغداری است. حالا مسئولان محلی میگویند امسال محصول میوه های زمینی مثل خربوزه و تربوز 50% افزایش یافته، اما سرمای شدید و بادهای تند محصولات درختی را تقریبا به صفر رسانده است. سالهای گذشته حاصلات خوب بود، امسال نسبت سرما در مجموع میوه‌جات ما نداریم هیچ. نظر به فیصدی بگویم که ما زیر صفر وجود داره و خاطر ازی که حاصل وجود نداره. کشاورزان میگویند باد و سردی هوا از یک طرف و جنگ و ناامنی از طرف دیگر بازار محصولات آنها را ضربه زده است. وضعیتی که اگر حکومت توجه نکند آنها با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد. بانست خوب از بد نیست. نه سعی کرده خوب از امین ها نیست. از 50-80% زیاد شده، اما بازار بسیار پایان شده. جنگ است، راه بند است، بازار مارکت خوب ندارد. مسئولان محلی میگویند در ولسوالی خلم ولایت بلخ 4000 باغ میوه و 360 هکتار زمین برای کشت خربوزه و تربوز وجود دارد. نرخ اسعار در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکا 79 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه پاکستان 485 افغانی، 10000 ریال ایران 3 افغانی و 25 پول، 1 یورو 93 افغانی و 20 پول، 1 درهم امارات 21 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هند 1090 افغانی و 1 پوند انگلیس 108 افغانی. و اینک پیشبینی وضعیت آب و هوای امروز شنبه. کابل نیمه آفتابی 36-21، بامیان نیمه آفتابی 26-11، جلال آباد آفتابی 40-26، غزنی نیمه آفتابی 31-17، قندهار نیمه آفتابی 40-26، قندوز آفتابی 42-25، لشکرگاه آفتابی 44-29، مزار شریف آفتابی 41-29، نیلی نیمه آفتابی 31-19، هرات آفتابی 39-25. اسلام آباد آفتابی 36-28، تهران آفتابی 43-29، دبی آفتابی 43-35، دهلی بارانی 36-29 و مکه آفتابی 39-30.
و در پایان مروری دوباره داریم به سرخط خبرها. تأکید نمایندگان ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا بر کاهش خشونت و ایجاد آتش‌بس در افغانستان در اعلامیه آمده. این کشورها از حکومتی که با زور بر افغانستان تحمیل شود پشتیبانی نمی‌کنند. گفتگوی تلفنی سران افغانستان و آمریکا. در این گفتگو جو بایدن با رئیس جمهور غنی گفته آمریکا متعهد به کمک‌هایش در افغانستان است. و گروه های مقاومت اجازه نمی دهیم حتی یک سرباز آمریکایی در عراق بماند. آمریکا اما به دنبال ادامه حضورش در عراق است. دو رهبر در مورد تیفی گسترده از موضوعات دو جانبه مانند آموزش، اقتصاد، تغییرات آب و هوا و امنیت گفتگو خواهند کرد. بینندگان ارجمند ممنونم که تا این لحظه در این سرویس خبری با ما همراه بودین. روز خوش، خدا نگهدار.